موج جدیدی از دستگیری مستندسازان در ایران شروع شده. ماموران امنیتی در روزهای اخیر مینا کشاورز و فیروزه خسروانی را بازداشت کردند. فیروزه خسروانی پس از بازداشت در تماس کوتاهی با خانواده‌اش خبر داد در بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات نگهداری میشه. هنوز جزئیاتی از اتهام‌های این دو مستندساز منتشر نشده. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما همراه میشه. آقای مصلح، موج جدید بازداشت مستندسازا دلیلش چیه؟ میدونم که محدود به این دو نفر هم نبوده، فشارها اساساً افزایش پیدا کرده. بله کاملا همینطوره. بر اساس شنیده ها افراد دیگری هم ظاهرا بازداشت شدن از همین صنف مستندسازان که البته تایید نشده. ببینید دو تا نکته هست. یکی این که وجه مشترک همه این مستندسازان بازداشت شده اینه که در واقع جزء فیلمسازان مستقل محسوب می شدن، با بودجه دولتی معمولا کار نمی کردن و آثارشون علاوه بر ایران در فستیوال ها و رویدادهای خارجی به نمایش در می اومده، با مؤسسات فرهنگی در تماس بودن. و ببینید جمهوری اسلامی کلن یک سوء ظنی داره نسبت به در واقع کسانی که با نهادهای خارجی و مؤسسات حتی فرهنگی خارجی در ارتباطن، و هرچند وقتی یک بار یه همچین پروژه هایی رو اجرا میکنه، در سالهای قبل هم بوده و الان محدود به این مورد خاص نیست، ولی الان همزمان شده با فشارهای دیگه. نکته دوم اینه که به نظر میرسه دولت 13 یکی از مأموریت هاش رو گذاشته محدود کردن بیش از حد سینما و بیشتر از گذشته. همین دو سه روز پیش رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد که یک ما مطلعیم یک سری فیلم سینمایی بدون مجوز ساخت در فاصله بین استقرار دو دولت ساخته شده، و هشدار داد که همه این فیلم ها باید سازندگانشون بیارن ارائه بدن و مجوز ساخت بگیرن. در مورد فیلم های کوتاه و مستند هم همین بوده. به نظر میرسه که همزمانی این اتفاق ها و هم، یعنی اون هشدار و این دستگیری، یک فضایی به وجود میاره که فیلم های غیر رسمی و به اصطلاح زیرزمینی در ایران ساخته نشن و حساب کار دست سینماگران بیاد که زیاد با این مطالبات فعلی همراهی نکنه، هرچند که احتمالاً از نظر خیلی از مردم خیلی همراهی نبوده، ولی حتی در همین حد هم دیگه ظاهرا تحمل نمیشه. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما، ممنونم از شما.